درود بر شما، بفرمایید عزیزم. سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، من خواستم بازم تشکر کنم از برنامه خوبتون. بعد هفته قبلی هم تماس گرفته بودم، متاسفانه نشد دیگه کاملی صحبت کنیم. بعد الان دختر من یه مدت چند ماه قبل یه مشکلی داشت تو مهد کودکش. اومد گفت مامان یه پسری دست کرده به اونجای من. من گفتم راستش نمیدونستم باید چی کار کنم، چی بگم. بعد بهش گفتم که مامان میخوای اون اجازه نداشت این کارو با تو بکنه، پس اگه دوست داری من به معلمت بگم که به اون تذکر بده. گفت آره مامان این کارو بکن. بعد اول میخواستم بدونم اگر احیانا این برنامه دوباره پیش اومد من چه رفتاری باید به بچم بکنم که دیگه مثلا حرفاشو بیاد بگه بهم نترسه که حرفاشو. آره فهمیدم. اول به من بگین که با مدرسه صحبت کردی؟ بله بله، هفته پیش با تو صحبت کردم. اونا نه نه، مدرسه، با مدرسه بچه صحبت کردی؟ بله با مدرسه بچه صحبت کردم. با مدرسه بچه دختر کوچیکم صحبت کردم. قرار شد که اون کسی که اون کارو میکنه با ناحیه تناسلی خودش، قرار شد اونو کنارش نشونن. بعد قرار شد اگه خود اینم این کارو میکنه بهش بگن که این کارو نکنه. اوکی، پس صحبت کردی. حالا وقتشه که حالا با دخترتون چند سالشه؟ دخترم 4 سالشه. اوکی، حالا وقتشه که با دخترتون خیلی آروم در مورد این مسئله که چقدر مهمه، این قسمت‌های خصوصی بدنمون فقط و فقط مربوط به خودمونه و هیچ کس حق نداره که بخواد ببینه یا بخواد دست بزنه، اینو مستقیم با بچه صحبت کنید، خیلی خیلی مستقیم، اصلا نترسید. و بذارین بچه حالا که خوشبخت و ازش خیلی تشکر کنیم خیلی زیاد که چقدر دختر شجاع، همش بهش بگین چه دختر شجاعی، چقدر دختر شجاعی بودی، آفرین، چقدر بهت افتخار میکنم مامان جان که اومدی به خودم گفتی. همیشه یادت باشه هر وقت اتفاقات این چنین میفته فورا با من و معلمت، یعنی معلمم شما بذار در کنار خودت که مادر دوم یا پدر دوم، که اونا رو هم سریع خودش بره آگاه کنه. یعنی این شجاعت رو شما باید خیلی زیاد تو بچه تشویق کنی. نگران نباش، همونطور که گفتم فقط باید همین مدلی باهاش صحبت بکنی، بهش بگی که هرگز مادر مامان جون اجازه نده هیچ کس به جای خصوصی تو دست بزنه، و اگر احیانا دست زد خودت بیا، تو هم نباید، به خودش هم بگو تو هم نباید اجازه بدی، اینا قسمت‌های خصوصی بدنمونه که متعلق به خودمونه و هیچ کس حق نداره بهش دست بزنه اگر نمیخوای. این سر بزرگ من، خانم بابک، دختر بزرگ من یه مدتی هست که همش میگه مامان اجازه دارم شلوار هم فقط در بیارم، یعنی دوست داره با تاپ شلوار با تاپ شورت بگرده تو خونه. با این باید چه رفتاری کنم؟ چی باید بهش بگم؟ میگم درسته این که کی کدوم دخترتون؟ دختر بدم، دختر بزرگم. بعد دختر کوچیکم هم اونو میبینه، اونم میخواد این کار انجام بده. خب دختر بزرگم الان خیلی وقته که همش میگه مامان اجازه میدی من شلوارمو در بیارم با لباسم، فقط با شورت و تاپ بگردم تو خونه. به این باید چی بگم؟ هیچی، براش یه مینی شورت، نه شورت، یکی از شلواراشو واسش کوتاه کن یا براش بخرین کوتاه، یعنی ولی شورت نیست، یه شلوار کوتاه براش برای جفتشون. قشنگ میگه آره مامان جون. چه اصلا نگی نه نمیشه، اینجوری بدتر بیش بچه کنجکاو میشه. بگو چرا نه مامان جان، معمولا کسی با شورت نمیگرده، اما با شلوارک الان میرم براش شلوارک، برو براشون دو تا شلوارک خیلی ارزون براشون بخر، یا خودت دو تا از شلواراشونو کوتاه کن تو بذار براشون، یا مدل بهش بده که خوشگلش بکنه. بعد تنش کن بگو چرا نه مامان جان، معلومه که میتونی، که این یه چیزی عقده براش نشه، یه چیزی عجیب غریب نشه که فردا بره یواشکی بیرون از خونه شلوارشو دراره، احساس کنه که اینجا اونجا آزاده، توی خونه آزاد نیست. اون وقت این دخترم دوست داره که بیشتر وقتی اجازه رو بهش نمیدم ناراحت میشه، بعد یعنی شروع میکنه به زدن من.
گریه میکنه، شروع میکنه به زدن من، منم بهش توجه نمیکنم، ولی بهش فقط اینقدر میگم که کار درست نیست. کدوم کارش مثلا؟ چه کاری؟ نه چی میخواد که شما رو میزنه؟ نه چی میخواد که شما رو میزنه؟ چرا شما رو میزنه؟ مثلا امروز باباش رفت خرید، من بهش گفتم شما لطفا بیا اینجا، حرف منو گوش نکرد. من که مثلا بخوام مثلا اینکه تنبیهش کرده باشم، بهش گفتم تو الان اجازه نداری بابا بری خرید، آبجی میره، شما اینجا میمونی، چون که شما هست مامانو گوش نکردی. حرفت چی بود؟ حرفت چی بود که گوش نکرد؟ بهش گفتم که شما اجازه نداری بری پیش ما بابا بزرگینا، چون که اونا خستن میخوان بخوابن، شما لطفا نرو پایین. گفت نه من میخوام برم خالم رو ببینم. گفتم ایشون تشریف ندارن. گفت نه باید خودم برم ببینم. آها. بعد من بهش گفتم لطفا نرو، شما رفت پایین. رفت این کارو کرد، مثلا همین من تنبیهش کردم، یعنی که اجازه ندادم که بابا باش بره. آها. ببین متاسفانه هم تو که یادم هفته پیش گفتی که مامان بابا تو همون ساختمون میشینن، درسته؟ به خاطر این بچه خب یه حالتای چند تا مامان و چند تا بابا داره دیگه، خیلی سخته براش. بعد یه مسئله که خیلی مهمه، متوجه نشدم، ببخشید یه کمی اینجا جلو شد، من متوجه نشدم، میشه یه بار دیگه؟ آره. ببین شما چون با مامان بابا به خانواده تو یه ساختمون کار زندگی میکنین، بچه ها دیگه چند هوایه هستن، چند تا بابا و چند تا مامان دارن. به اضافه اینه که از طرز حرف زدنش مشخص شد که شما رو باور نداره، احساس میکنه شما دروغ میگی بهش، چون قبلا بهش دروغ گفتی، شاید به همین دلیل اعتماد بهت نمیکنه. خودم اصلا از دروغ خوشم نمیاد، ببخشید خانم بابا، من اصلا از دروغ خوشم نمیاد و حتی به باباش این اجازه رو نمیدم با شوخی باشون دروغ، با دروغ باشون مثلا شوخی بکنه، چه برسه به که حقیقت مثلا کلا بهشون دروغ بگه. بالاخره این بچه شک داره دیگه، معلومه که دروغ بهش گفته شده که شک داره دیگه. ولی به هر حال شک رو باید به یقین تبدیل کنی براش. وقتی بهت میگه که دروغ میگی، فوراً از ببین خانوادت باید همکاری کنن، باهاشون صحبت کن، صدای منم براشون بذار. توی همچین کاری نمیکنن، هر چی هم بهشون بگم باید بکنن دیگه. کمکشون کن، همکاری کن باهات، برای اینکه بچه‌هات خیلی بیشتر آسیب دارن میخورن. بهشون بگو که مثلا دیگه خواهرت که باید همکاری کنه، خاله بچه‌ست دیگه، باهاش با خاله بچه صحبت کن. همون موقع مثلا توی همچین مثالی باید فورا بهش میگفتی که بیا مامان جان، خودت بهشون الان زنگ بزن. به خاله زنگ میزد، میگه خاله من میخوام بیام تو رو ببینم، مامانم میگه تو خسته ای. خاله هم باید بگه آره آره عزیزم، آره خاله جون من خستم، فردا میبینمت. یعنی شما باید همچین هماهنگی با هم داشته باشین که بچه نه سوء استفاده بکنه و نه اینکه شک کنه به حرفای مامانش. به اضافه اینی که حق نداره بچه شما رو بزنه، بچه از اول شما رو زده و یاد گرفته که شما رو به راحتی میتونه بزنه. قشنگ از این به بعد دستاشو میاری پایین و اصلا ایگنورش نکن که بذاره بزنته، سفت محکم وای میسی، میگی این کار تو خیلی بده و برای چند دقیقه بعد بذاریش توی چند دقیقه فقط بذاریش توی اتاق که مامان از دستت ناراحت شده، تو چجوری به چه حقی مامانو میزنی؟ اینجوری باعث میشه که بچه یاد بگیره این کارش چقدر زشته و مامان این کار دوست نداره. ولی وقتی هی میزنه شما هیچی نمیگی، همون عصبانی تر میشه، هم دفعه دیگه بیشتر شما رو میزنه، چون فکر میکنه این کار درسته دیگه، شما رو میزنه شما هم هیچی نمیگی. ولی شما باید تنبیه این مدلی بکنیش که حالا که اینجوری برخورد با شما اینجوری برخورد میکنه، پس باید بره برای چند دقیقه توی اتاق به خاطر اینکه کارش زشت بوده. بله درست. من الان یک سال و سه چهار ماهشه، من اینو از شیر دارم میگیرم، یعنی که دیگه تو فقط تو لیوان به شیر بدم، این کارم درسته یا این که اگر فقط شیر خودتو میدی؟ نه شیر خودم رو بهش تا 8-9 ماه بیشتر ندادم. آه میخوای یعنی منظور دیگه شیشه رو ازش بگیری؟ آره دیگه. الان... اگر فهمیدم، اگر با لیوان، ببین چون اون شیشه خودش هنوز آرامش و امنیت بهش میده، هنوز زوده که شیشه رو ازش بگیری. اما اگر فکر اشکال نداره میتونی هم بگیری، فقط و فقط به شرطی که ببین یه لیوانایی هست که پلاستیکیه، 3 تا سوراخ داره توش، به جای اینکه با لیوان معمولی بدی از اون لیوانا براش بخر،
شیر رو بریز تو اون لیوان که حالت نیمه ممه رو داره براش، کم 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 کم، اون وقت خودش یاد میگیره با دستش اینجوری میگیره، همون احساس شیشه رو داره که قبلا باهاش شیرش رو میخورد، اما حالا یواش یواش احساس میکنه نه فرق داره، به اضافه اینکه لیوانم هست، مثل خواهر برادر بزرگترم منم تو لیوان میخورم. بعد کم کم اونو ازش بگیر. یه دفعه با لیوان شاید نتونه، هم بد میتونه بخوره چون هنوز بچه است، همین هم که ممکنه که یه خورده سخت باشه براش. اما اگر اصولا بچه رو باید با این لیوانا آب داد anyway، آب یا نوشابه با... یا نوشابه که نه، هر آب میوه‌ای رو باید با اون لیوانا به بچه یه سال نیمه داد. ببین اگر که قبول میکنه، که حتما قبول میکنه چون با اونا خیلی راحت داره، با اونا جای شیشه عوض کن. وقت عادت نمیشه براش؟ اون عادت نیست، اون لیوانه، شیشه است که ممکنه عادت بمونه باهاش. لیوانه اون، کم کم سرش هم بر میداری، درشه که سرش سه تا نقطه قلمبه داره، سه تا سوراخ داره. آره، بعد اون درشو کم کم بر میداری، یه خورده که بزرگتر شد دیگه درشو بر میداری، دیگه اون لیوان معمولی میشه. بعد خانم بابک، من چه رفتاری بکنم که از الان بچه ها منو هم دوست خودشون بدونن، هم مادرشون، یعنی حرفایی رو که لازمه رو به من بزنن، نه این که anyway، به هر حال این سوالت خیلی کلیه، ساعت ها من بعد در موردش صحبت کنم. به هر حال تا حالا نشون دادی که با اینکه سنت همش 25 سالت، دفعه پیش گفتی خیلی مامان عاقلی هستی، فقط بی عقلیت بچه دار شدن زیادیت بود، اینش فقط نادونی بود، وگرنه تا حالا خیلی خوب اینجور که خودت صحبت میکنی خیلی خوب داری برخورد میکنی. نگران نشو، فقط کوشش کن رابطت با شوهرت درست بشه، اون اگه درست بشه خیلی بچه ها کمتر آسیب میخورن. راستش من شوهرم دیگه هیچ حرمت و هیچ احترامی بینمون نیست، یعنی از اون نگران باش، فقط بچه هم آسیبی ببینن. دخترم مثلا کوچیکه خیلی حرف میزنه، میگه قصه بگو، براش قصه میگم، مثلا قصه حرف میزنه، خیلی بیش از حد حرف میزنه، برای اینکه میخواد توجه تو بگیره. ببین عزیز، گوش کن عزیزم، فلانی منو میزنه، میگم خب اون که کوچیکه، تو که نمیتونه بزنه مامان، چی میگی تو؟ بعد میگه مامان یه لحظه رفتیم خونه یکی از دوستام، دخترش یه کار بد کرد، همش اون رو یاد میکنه، اون بعد مامان این کار رو کرد. گوش کن عزیزم یه دقیقه گوش کن. متاسفانه من نمیتونم بیشتر از این وقت برای شما بذارم، برای اینکه عادلانه نیست، این همه مردم هم رو خطن، هم ایمیلاشون روز ماها پشت توی صف یا انتظار مونده. فقط اینو بدون که اون دخترت احتیاج شدیدی به توجه داره، به خاطر این اون حرفو هی تکرار میکنه و زیاد حرف میزنه، چون شما 4 تا بچه آوردی، این بچه ها سخته، برای شما هم سخته، 4 تا بچه، مگه شوخی آخه؟ من نمیفهمم چرا همچین ظلمی آدم به خودش باید بکنه و به بچه هاش. اما سوفار تا حالا به نظر مامان خیلی خوبی میاد. الان تمرکزتو بذار رو همسرت، اگه دوست داره همسرت بیاد رو خط هفته دیگه، مشکلتون رو با شوهرت شما درست بکن، اون خیلی ضروریه، شما دارین با هم زندگی میکنین، هرچی هم شما درست کار بکنی شوهرت خراب میکنه، با یه دعوای شما همه چیه بچه رو به هم میزنه. با شوهرت صحبت کن، اگر خواستین بیاین رو خط. جان حاضر نیستی؟ من خیلی صحبت کردم، با خیلی مشاورات صحبت کردم، شوهرم تنها کلمش اینه که من همینم. خب دیگه شما هم باید تکلیفت رو روشن کنه، اگر همینه با همینم باید خب پس دیگه بپذیرش دیگه، دوستش داشته باش. نه دیگه آخه نمیخوام بچه هم آسیب ببینن، من دیگه خب با پس من پس تصمیمش پس تصمیمش بچه. تصمیمش با شماست، تصمیمش با هیچ کس نیست، یا ماندن درست کردن و ماندن و یا درست رفتن. به نظر شما کار درستیم؟ الان پسر من که یه سالش هست، آخه یک سال تو دو سال سن خیلی مهمیه، کسی رو که دوست داره ازش جدا کنم. طلاق همیشه بده، ولی بچه ها تو زندگی نابرابر خیلی بیشتر آسیب میخورن، خیلی خیلی بیشتر، و شما این تصمیم دیگه با شماست که تصمیمت چی باشه. من نگرانم، اون دفعه هم بهت گفتم من میترسم شماره 5 هم حالا بیاد، شما هنوز بگی که حالا دیگه این بچه‌مون هم کوچیکه چیکار کنیم.
اول ما باید خودم نه من از این بابت مطمئنم دیگه این شماره پنج قرار نیست بیاد. این واقعا من الانم خیلی اشتباه کردم، خیلی بیش از حد اشتباه کردم، چون من اول باید مشکلم با شوهرم حل میکردم که متاسفانه هنوزم دیر نشده. حل کن، یا درست درست بهش بگو، یا میریم مشاور کمک حرفه‌ای درست میگیریم، یا درست درستش میکنیم، یا باید یه تکلیفمون رو روشن کنیم، چون اینجوری هم ما هم تو هم بچه ها آسیب میخورن. سپاسگزارم از هموطنی، خیلی ممنون از شما نازنین، امیدوارم که موفق باشید، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار. متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.